بیت کوین بعد از بحران مالی سال 2008 و برای حل مشکلات ناشی از سیاست‌های پولی ناکارآمد ایجاد شد. ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین در اواخر سال 2008 اعلام کرد عرضه این ارز دیجیتال محدوده و این محدودیت از شکل‌گیری تورم به طور کامل جلوگیری می‌کنه. نرخ تورم بیت کوین ثابته و عرضه کل اون به 21 میلیون واحد محدود شده. انتظار میره استخراج این تعداد تا سال 2140 میلادی طول بکشه. بعد از پایان استخراج نرخ تورم بیت کوین به صفر خواهد رسید. کریس کلاین مدیر عملیات و هم بنیانگذار پلتفرم بیت کوین IRA گفته بود که تورم موقت نیست و مردم رو مجبور میکنه تا به جای پولهای رایج جایگزینی برای محافظت از دارایی‌هاشون پیدا کنن. کلاین گفته طلا و املاک در گذشته گزینه‌های قدرتمندی برای مقابله با تورم بودن. اما قیمت املاک و مستغلات حالا بیش از حد معموله و یه شهروند معمولی با درآمد متوسط به طلا دسترسی نداره. اون معتقده که حالا بیت کوین بخشی از یک ترکیب مقاوم در برابر تورمه. چرا که نمیشه عرضه کل اون رو مثل ارزهای فیات تغییر داد. میلیونر شایی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخواییم درباره این که در مقابله با تورم طلا بهتره یا بیت کوین صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. بیت کوین یا طلا، کدوم بهتره؟ از شروع سال 2022 بیت کوین حدود 20% از ارزشش رو از دست داده و این در حالیه که قیمت طلا در این مدت حدود 10% بیشتر شده. این فلز گرانبها که حالا با قیمتی نزدیک به رکورد تاریخیش معامله میشه، از گذشته‌های دور به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش و مقابله با تورم مورد استفاده قرار گرفته و در جریان جنگ بین روسیه و اوکراین این موضوع رو ثابت کرد. اما آیا بیت کوین هم میتونه ابزاری برای ذخیره ارزش در نظر گرفته بشه یا اینکه این عنوان مختص دارایی‌های سنتیه؟ لحظه‌ای که روسیه به اوکراین حمله کرد، رشد طلا سریع‌تر شد و به اوج قیمتی مربوط به اوت 2020 رسید. با این حال قیمت بیت کوین که به گفته مایکل سیلور، مدیرعامل شرکت مایکرو استراتژی، بهترین منبع برای ذخیره ارزشه، در یک روز 14% سقوط کرد. رشد قیمت طلا و سقوط قیمت بیت کوین در 24 فوریه پایان ماجرا نبود. بعد از اون که دولت اوکراین به طور رسمی اعلام کرد از طریق بیت کوین و اتریوم کمک مالی جمع‌آوری می‌کنه، قیمت طلا خیلی سریع کاهش پیدا کرد و بیت کوین بیش از 17% رشد کرد. کمک‌هایی که در قالب ارز دیجیتال برای اوکراین فرستاده شد، خیلی سریع نقد و به پول‌های فیات تبدیل شد. دولت این کشور قصد نداشت این بیت کوین‌ها رو انباشت کنه و به محض دریافت ارزهای دیجیتال اونها رو خواهد فروخت. این نیاز به تأمین مالی جنگ در اوکراین بود که باعث شد فشار فروش بازار افزایش پیدا کنه. مردم به راحتی میتونن بیت کوین رو برای اعضای خانواده، دوستان و خیریه‌هایی در سراسر جهان ارسال کنن و این یکی از ویژگی‌های این ارز دیجیتاله. این در حالیه که انسان برای هزاران سال از طلا به عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش استفاده می‌کنه و هنوز نمیتونه خود طلای فیزیکی رو با استفاده از برنامه‌ای در موبایلش برای اعضای خانواده‌اش بفرسته. حالا سوال اینه که چی باعث میشه یه دارایی رو به عنوان حفظ ارزش خریداری کنیم؟ اگه این وسیله قرار باشه از ما در برابر نوسانات روزانه بازارهای مالی محافظت کنه، نه طلا و نه بیت کوین قابلیت انجام این کار رو ندارن. از طرف دیگه اگه تعریف ما از ابزار ذخیره ارزش چیزیه که میتونه در یک بازه زمانی طولانی مدت ارزشمندتر بشه یا اینکه حداقل ارزشش رو حفظ کنه، میشه گفت که بیت کوین هنوز تو آزمونش مردود نشده. شما برای حفظ ارزش سرمایه‌تون بیت کوین رو به طلا ترجیح میدین؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.